درود بچه ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدین به یه ریاکشن دیگه. امروز با ترک بکست از زیرتونی وان کید فیت سیج و سپی خلص اینجاییم هاجی. ترکی که دیشب، یعنی 2 ساعت پیش منتشر شده اینجا نوشته، ولی انگار دیشب خبرش اومد، مطمئن نیستم. دیشب نصف شب و اینا خبرش اومد. سومین ترک از آلبوم گنگشت زاخاره، آلبوم خود زیرتونی وان کید که از ساوند کلاش هم داریم گوش میکنیم. پرودیوست با لیدر بیت، میکس و مستر کالات روز و آرت ورک دمیرچی. بریم ببینیم چیکار کردن این بکس واسمون ریلکس کنیم. همش برام پارمون کرد. کاور آرت داریم که با لایدا فولیان خلاصه، ولی مدل کاور آرت واسم آشناست، مثلا یه جای دیگه دیدمش، هم توی فیلم ممکنه هم توی کاور مثلا یه موزیکی چیزی و اینا آشنا. این مدل خیلی آشناه واسم، مثلا با همین رنگ قهوه‌ای وینتیج و اینا. بریم. اوه دریل تجربه ندارم. سپیه دوباره رو دیریل داریم. نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست، پشتمون حرف است تا خط رو لست است. نمیخوایم وایگ رایی همیشه پای کن. یه بار دیگه، من حواسم به صدای موزیک بود. دریل 21 21 21. نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست، پشتمون حرف است تا خط رو لست است. نمیخوایم وایگ رایی همیشه پای کاریم، هرچی که آبه داریم میپاچیم ما نایاگ رایی. توی صندوق دکی رو سنگه، چشا فندق قفتری رنگش، خرید الکل بد میره خطش، نگو تک خورد تقسیم حفش. نمیدم به سختی و رنج که، ولی پارتیمون تعطیل پنجه، اگه تنگی میکنی مندل پیش بینی مثل جاپانیز کندل. توی بکت بار بیا بکسی. آجی وایسا خیلی باحال بود. زیرتونی وان کید توی کریپتوکارنسی کار کرده دیگه، کار میکنه فکر کنم هنوزم. اینجا میگه که پیش بینی مثل جاپانیز کندل داریم، هر چی که آبه داریم میپاچیم ما نایاگ رایی. توی صندوق دکی رو سنگه، چشا فندق قفتری رنگش، پرید الکل بد میره خطش، نگو تک خورد تقسیم حفش. نمیدم به سختی و رنج که، ولی پارتیمون تعطیل پنجه، اگه تنگی میکنی مندل پیش بینی مثل جاپانیز کندل. توی بلک کپ بار بیا بکسید، من سگ مست میام کاکی و وحشی میشن از دیگ بمون تا میای مسکیت میدم ردیش. اصلا بکسید از اینجا شروع شده، یه اولی لفظ بکسید حتی اقل دفعه بکسید. اوکی کپ بار بیا بکسید، من سگ مست میام کاکی و وحشی میشن از دیگ بمون تا میای مسکیت میدم ردی شده دماغم برفی. من و سیجل و سپیتا برنکیم، نمیدونیم امشب زدیم چنجی، ولی شل روی آبت ریلکسیم، تخممون اگه بالا میرن دنبالن دیوان مالی، پیدا نمیشه لیوان خالی. میکنیم سری شیواز و باز، میام میکنن زیپا رو باز، اونا میکنن اینا رو وایف، ولی ما میدیم اینا رو پاس، شینا و شیلا و تینا رو. یا چه باحال گفت، ایهام اینا رو داد. الان اینا فکر کنم اون خواننده است که کوکاکولا رو خونده دیگه، میگه که اینا میکنن اینا رو وایف، یعنی حتی چراش وایف هم روش دارن، ولی ما میدیم اینا رو پاس. ولی نه، اینا شیلا و شینا هم اسمه، تینا و بقیه. میکنیم سری شیواز و باز، میام میکنن زیپا رو باز، اونا میکنن اینا رو وایف، ولی ما میدیم اینا رو پاس، شینا و شیلا و تینا رو. یا باله. نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست، پشتمون حرف هست تا خط رو لست هست. نمیخوایم باید رایی همیشه. صدای سیجل یه خورده اریتورتر نیست بیشتر قبل در واقع، و اینجاش باله، میگه پشتمون حرف هست تا خط رو لست هست. تا خط رو لسته داریم پشتمون رو حرف میزنن. منم سعی میکنم این کار رو هم که اصلا نمیخواد این فاز رو مثل کار برام هی تفسیر کنم. کن. تفسیر نداره که. گسچر باحاله. باحاله. گسچر حرف بدی نیست. باحاله. کاری که باحاله همینجوری من بهش میگم گسچر. ولی بد نه. منظورم بد نیست. من خیلی وقتا نیازه. ولی ما میدیم اینا رو پاس، شینا و شیلا و تینا رو. یا نمیخوایم دست مست رو کارامون رست مست، پشتمون حرف هست تا خط رو لست هست. نمیخوایم باید رایی همیشه پای کاریم، هرچی که آب داریم میپچیم ما نایاگ رایی. آخرشم خوردی رکب، لختت کردم پشت بلک کپ، نماز وحشت دو سر رکب، باید بخونی چون من عاشق سکم. این جدیدا بلک کپ عاشق سکم کپ، نماز وحشت دو سر رکت، باید بخونی چون من عاشق سکم. این جدیدا بلک کت، فقط دنبال حاشیه جکس، سیجل و سوره هر نس، نمیدنم به هیچ قیمتی هست دست. جنسشون بده اینا تا
بچه باحال گفت جنسشون بد اینا تونی نیستن، تونی هم داره دیگه، اینا مثلا به دریلرها داره مثلا میگه جنسشون بده، اینا تونی نیستن، مثل تونی دریل نمیکنن که. از اون طرف ایهام تونی هم داره دیگه، کوک موک متی از دست نه جنسشون بده، اینا تونی نیستن، هر کی ننش خر که ما رو فولی دیس کرد خواننده میشدن قبلا بی سر مارکت چون پلی لیستی کل لیستم میرم افتر میفه با بکنم اب بیب تیکه ام دی بریزم که تو شیکه مدلم بشه کندل جنه با اینکه هنوز سیجه قدیمه قافیهاش دوست دارم آجیق، اصلا سیجه رو من دوست دارم به خاطر اینکه قافیهای ساده و باحال میندازه، یعنی دلیوریاش خیلی نمیدونم اگه بخوام قیاس کنم مثلا ببین دلیوری های ام جی من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه اگه بخوای تصویر زنی کنی یه پله این شکلی داره، قشنگ یه پله است که تو واضح و درست میتونی پاتو بذاری روش و بفهمی داستانو. دلیوری های سیجل ساب رفته است، ولی یه ساب رفتگی که حال میده به، یعنی سر نمیخوری نفهمی داستان چیه، قیاس و قشنگ بهرام تور پلیلیستی کل لیستم میرم افتر میفه با بکنم اب بیب تکه ام دی بریزم که تو شیکه مدلم بشه کندل جنه با اینکه هنوز سیجه قدیمم هات مارکت جی جی حدیدم بگو کوک توی ویسکی نریزن چون نیستشنم میکس تو غریزن. آره بچه شمالم منم ولی بچه شمال اروپا ندیدم حتی شما رو فرودگاه لاتی بگن دلار تو خود با نمیخون دست مز رو کارامون رقص مز پشتمون حرف است آخر رو لفظ است نمیخوایم با من کلن از این آهنگایی که خیلی این مدلی باشه دوست ندارم که مثلا بیتش بخواد دوپس 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 اینجوری باشه ها، با حالا مثلا رو دیریل که میشین البته این، ولی من دوست ندارم، سلیقه‌ام نیست. مثلا بعضی کارا خیلی حال میده، بعضی کارا مثل این حال میده، خیلی مهمونی تو رو باحالش میکنه و میشینه رو کار. و جالبه که بیشتر کارهایی که گوش کردم تو همین مدل این اخیراً ریاکشنشون رو رفتم دوستشون داشتم، نمیدونم چرا پیشورد ذهنی اینه که باحال نمیشه ولی تجربه‌ام داره میگه باحال داره میشه، نمیدونم این تناقض خود درون پنداری خدا برم پیدا کنم، برم دنبال بهرام خودم پیدا کنم. رودگاه لاتی بگن دلار تو خود با نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست پشتمون حرف است آخر ترو لفظ است نمیخوایم وای اگرایی همیشه پای کاریم هرچی که آبه داریم میپاچیم ما نایاگرایی. میشینم جلو پر بکسی آخه تاکسی گیری نمیاد تاکسی سیج میاد بلک اصلا سپی یه چی دیگه است، این همه شو خوب است، سپی یه چیز دیگه است برای من حد دقیقا، نه برای شما همین جوریه بگید کدومشون واسه تون یه چیز دیگه هم. و خیلی هم خفن و عجیب فکر نکنید آجی، کار اینه یه چیز دیگه است دیگه، داره بهت حال میده، خب برام بهت حال نمیده واقعا، برام چیزی رو بهت یاد میده، اینا بهت حال میدن، جفتشون لازمه نظر من، حالش رو ببرید بابا. حرف است خودم بودم گفتم چی گفته، من با خودم دارم اینا رو میگم، کسی میگه چیزی گفته بهت. نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست پشتمون حرف است آخرت رو لفظ است نمیخوایم وای اگرایی همیشه پای کاریم هرچی که آبه داریم میپاچیم ما نایاگرایی. میشینم جلو پر بکسی آخه تاکسی گیری نمیاد تاکسی سیج میاد بلک که به شخصیش میگه آجی مدل داره هستی ما هستیم پپه شلوارو کشه سنبا داره میافته سنگا ایرانم بودم از فرمانی من در دفعه میکشونم ستار خان همینجوری که به تونی وان میگفت ما نمیکنیم دست کسی حلقه دفعه میاد اینجا هپی کجا تونی وان اینو گفته؟ تو همین ترک بود؟ نفهمیدم اگه تو همین ترک بوده تو ترک قبلی هم که اگه بوده انتظاره از من بالاست بخواد یادم بیاد داره میافته سنگا ایرانم بودم از فرمانی من در دفعه میکشونم ستار خان همینجوری که به تونی وان میگفت ما نمیکنیم دست کسی حلقه دفعه میاد اینجا هپی فیس میاد ولی داره میره میشکنه قلبش مشکل مالی یله نه بالا کو خیلیم قله از رپ فورس تن تایمز داره بودم کشیو که داره بودم من بت بپه برسم اون خواهد افسان آجی یادمه که ضرر داده بود ولی میگفتی خودش توی این ویدیوهاش میگفت عبت ضرر کرده بوده بعد یعنی بعضی چیزاش واقعیه، بعضی از حرفایی که رپرها میزنن واقعیه، ولی این فرق داره با اینی که بخوام بگیم که اون کرکتری که اون رولی که دارن توی اون آهنگ بازی میکنن رو هم واقعی بپنداریم، میدونید این اشتباهه، رفرنس از شخصیت خودشون تو کار دارن ولی قیاس زیادی نزنیم. یادمه که یه نقد شده بود نسبت به نسل 4 که خیلی گنده گوزن و اینا ولی تو ترکاشون اشکالی نداره که اینجوری باشن، خب تو واقعیت هم خودشون انتخاب میکنن چه جوری باشن، تهش قضاوت با تو شنونده است، تو رئیسی، تو اول و آخری، گوش کنی یا نکنی، طرفدار بشی یا نشی،
فن رندوم بشی یا نه فن پایه بشی. تهش با خودمونه. یه هنرمند نباید اینجوری جهت بهش بدیم، این بری برو اون بری برو این کارو بکن، اون هر کاری دوست داره میکنه خب، ولی تهش انتخاب با تو، دوست داری گوش کن دوست داری گوش نکن، اون خودش میفهمه یا اصلا مسیر میشه یا اصلا ویزاره کنار یا هر کاری دیگه میکنه. نقد از کف تخمیه، نقد از پایه تخمیه. من اصلا با نقد اوکی نیستم در مورد ایده. یعنی یه نفری وقتی یه کاری میخواد بکنه خودش یه ایده است، خب یه سبکی رو گرفته جلو، یه روشی رو داره، یه کرکتری داره، یه کریری ساخته، ایدهشه، اون نقد ناپذیره. ولی اون که مثلا آقا اینجا تکنیک فلان بود اینجا، از این چیزا میتونی نقد کنی، ولی که ببین مثلا میشه بگی که تو اینی که دوست داری این ایرادا رو داره، ولی نمیتونی بگی که چرا اینو دوست داری که اونو دوست داشتن بهتره که این، اینو نمیشه گفت. این نقد بی پایه است، نقد به ایده نیستم، نقد به ایده رو سیش میاد بلک به شخصش میگه آجی ما دلار هستیم ما هستیم پپ شلوار کش سمبا داره میافته سنگا ایرانم بودم از فرمانیان در دفاع میکشونم صد تا خیلی همینجوری که به تونی وان میگفت ما نمیکنیم دست کسی حلقه نه دفی میاد اینجا هپی فیس میاد ولی داره میره میشکنه قلبش مشکل مالی یله من بالا کو خیلیم قله از رپ فورس تن تایمز داره بودم کشیو که داره بودم من بت پپ ورسامو میخوان لفظام تلاسم دست ما میدن آخه دستام شفاست اگه چغلا رو معروف کردم بسیدم کنی شهبال منو تکیلای جلو می بیان شهبال شپرا رو میگه به خاطر گروه بلکت. حاجی این آخری ها خیلی چاغال معروف کردن، حالا اگه بخوای بهشون بگی چاغال مثلا، یعنی لجند معرفی میکردن و معروف میکردن. یعنی همین بلکت کسی بود که فرهاد مهراد رو معرفی کرد معروف کرد، همین بلکت کسی بود که ابی رو معروف کرد معرفی کرد، بازم خیلی گنده بازم بوده توش، یادم نمیاد دقیقا ولی بازم بوده درست یادم نمیاد، مثلا این دوتاشون خیلی گندن بازم هستن ها، ولی اون موقع اینجوری نبود. ولی تیکه بال داره میان اینقدر چغالا رو، این بالاتر هم یه چیزی گفت راجع به بلکت، یک کلمه بلکت شنیدم اینقدر چغالا رو معروف کردم بسیدم کنی شهبال منو تکیلای جلو می ویام مثلا پرتقال میبرم بیبیام کوکو پس میدم هفته ریش شو دارم هیت میدم یکی دوتا هفته ای نمیخوایم دست مست رو کارامون رقص مست پشتمون حق هست تا خط رو لفظ هست نمیخوایم بای اگرایی همیشه پای کاریم هرچی که آبه داریم میپچیم ما نایا گرایی مکله سیجر سبی خرز اینجا لیدر وی تو زد کوید باله این چه با حالش کردی ویالونه که تهش اضافه شد آجی، خیلی حال داد آجی، تیکه آخرش بیتر رو اضافه کردش، ویالونه رو اضافه کردش، میگم بیتر رو اضافه کرد. 3:33 کار بود، دقیق 3:33 کار نیفت. میتونی پشت سر هم گوش کنی و توی مهمونی حالش رو ببری. گفتنی ها رو گفتم، قیاس نکنی. مثلا اینو برای خودم دارم میگم که تازه بهرام دارم گوش میکنم، حالا وسط آلبوم هم هست، وسط که آره 4-5 ترک دیگه مونده، نباید قیاس کنیم دیگه. هر کدومشون یک کاراکتری دارن، یک کریری دارن، یکیشون حرف جدی بهت میزنه و خیلی حرف سنگین میزنه، اصلا معنیش به این نیست که کسی که میاد یه چیزی واسه عشق و حال میخونه اون مثلا سطحش پایین تره. نه اصلا نمیتونم چیزی رو بگی، هرچند که اصلا مهم نیست که واقعا اون سطحش چجوریه، واقعیش تو شخصیتش، مهم اینه که اون کاری که بهت میده برات کار میکنه یا نه. ممکنه مثلا یه کسی مثال فقط یه کسی مثل سپی خلز اون عمیق فکر کردن چند برابر بهرام باشه، ولی اصلا انتخاب کرده نمود تو کارش پیدا نکنه، حاجی کارش این مدلی باشه اصلا انتخاب کرده. و حتی اگه اینطور هم نبود و واقعا اصلا فرض کنیم سطحش خیلی، سطح فکریش هم مثلا خیلی نزدیک به کاراش بود و همینجوری کسخری همه چیز، بازم نمیتونی قضاوت کنی، چون تو کاری که داره بدونیم خواهد میخوای باش حال کنی حال کن، میخوای باش حال نکنی بهرامو گوش کن. ولی اگه یه وقت خاصی باش حال کنی آهنگای باحالی هست، مثل این خیلی هم باحال بود، بیتش هم خیلی دوست داشتم، برعکس اون چیزی که فکر میکردم بیتش خیلی خوب بود، مخصوصا آخرش که یه امضایی هم زد. مرسی که تا آخرش نگاه کردید بچه ها، اگرم نظری چیزی دارید، انتقادی، هر چیزی که داشتید بگید. لینک کار توی دیسکریپشن هست، به علاوه لینک کانال تلگرام هم هست که اگه نظر یا انتقادی هست، گپ یا هر چیزی راجع به هر چیزی دوست داشتید صحبت کنید، من اونجا راحت‌تر میتونم تا وایسی جواب بدم و اینا.
ولی باز تو کامنت هم هرچی باشه تا اونجا که بتونم جواب میدم و همین دیگه. لایک و ساب و زنگوله تو نر که از نوتیفیکیشن های بعدی جا نمونید. آلبوم بهرام تو راه همچنان ادامه داره. حساب ما را با خودتون باشید. عشق دلی تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.